قدرت عدالت ورزیش. همین که شما به کسی این قدرت رو دادین، اولین چیزی که اون صبر میشه قدرت عدالت ورزیش. مونتسکیو میگفت این تصور رو باید بریزیم دور. اون کاری که ما میتونیم بکنیم برای کنترل قدرت اینه که یک قدرت همرگی به قدرت بسازیم. اگر شما تونستید قدرت همرگی به قدرت لویاتان یه دولت رو بسازید، این قدرت که اون قدرت رو باش موازنه ایجاد میکنه و چیزش میکنه و کنترلش میکنه. پیشنهاد مونتسکیو در اون زمانی بودش که این قدرتش مطلقه حکومت‌های پادشاهی اشراف سه تا قوه مقننه و مجریه و قضاییه بیاد و بعد هم بعدهای به این احزاب اضافه شد و بعد هم مطبوعات اضافه شد، ولی همه این ها هست. ولی اون چیزی که امروز گفته میشه به معنای دقیق مبازری قوابل دولت و جامعه این نیست. اون این هستش که بین جامعه مدنی و دولت باید این مبازری ایجاد میشه. اگر مردم قدرتمند نباشن ما دموکراسی نخواهیم داشت. چجوری مردم بی قدرت هم؟ حالا آرین تو کتاب توتالیتاریسم تمام بحثش اینه. رژیم های توتالیته، رژیم های نازیستی، فاشیستی، استالینیستی در چه بستری اینا متولد میشن؟ تمام حرف آرین اینه. وقتی انسان ها تنها، وقتی انسان ها تک افتادن، دولار خودشون هستن، در یک چنین بستری آدم ها هیچ قدرتی ندارن و این بستری هستش که اون فرزند رو متولد میکنه، دولت توتالیتر رو ایجاد میکنه. لذا تمام بعد آرنت میگه بعد اون که این دولت های توتالیتر درست میشه تمام این نهادهای واسط رو نابود میکنن برای اون که تمام افراد رو تنها و تک افتاده بکنن. و وقتی یک جامعه چنین واقعی تو شروع بده شما یک دولت توتالیتر خواهید داشت. لذا تمام حرف آرنت بود که این افراد باید از تنهایی در بیان، از اون تک افتادگی در بیان و اون اینا همه بیان تو قلمروی عمومی با همدیگه کار کنن. شما موقعی که وارد قلمروی عمومی، حوزه عمومی، ساحت عمومی میشید، این حوزه حوزه‌ای هستش که شما خود ابرازگری میکنید، حوزه‌ای هستش که شما خودتون رو متجلی میکنید، حوزه‌ای هستش که با دیگران وارد دیالوگ میشید، حوزه‌ای هستش که با همکاری همدیگه یک فضایی رو ایجاد میکنید توی اونجا گفتگو، جدل، انتقاد صورت میگیره. این گفته‌ای است، این فضایی است که رفته رفته به اجماع حاصل میشه. اگر شما چنین کاری نکنید با حکومت های توتالیتر روبرو خواهید بود. لذا یک جامعه فاقد قدرت جامعه ای هستش که شما با افراد تک و تنها و تک افتاده روبرو هستید. و اگر میخواد این افراد قدرتمند بشن هیچ راهی جز این وجود نداره که این افراد متشکل بشن. حالا من پرسش شما خانم محترمی که قبل از جلسه از منم پرسید پاسخ میدم. اگر کسی فکر کنه همه با همی که دوستان دوباره الان میگن آقای خمینی سال 57 گفت همه با هم سر ما کلا گذاشت، الان هم میگن همه با هم میخوان سر ما کلا بذارن، اگر همه با هم به این معنی باشه دوباره داره سر نه تنها شما سر ما هم کلا میده. نه، این نیست اون چیزی که متفکران دموکراسی میگن. اون چیزی که اونها میگن اینه در هر جامعه به طور طبیعی ما با تفاوت تفکر روبرو هستیم، یعنی ما با پلورالیسم واحدی هستیم. افراد نظرات مختلف دارن، منافع مختلف دارن، علایق مختلف دارن، هویت‌های مختلف دارن. راه قدرتمند شدن افراد اینه که متشکل میشن، سازمان میشن. این سازمان یابی متشکل شدن به این معنا نیستش که همه برن توی یه چیز واحد با هم دیگه درست کنن. میشه فاشیسم، حکومت‌های فاشیستی که یک حزب کمونیست رسمی درست کنن یا حزب موسولینی رو بین ناسیونال سوسیالیسم سوسیال هیتلر درست کنه که همه هم بزرگ نه این نیست. اون تکثر واقعی در جامعه است که باید متکثر به طور متکثر سازمان بیاره. یعنی چجوری بشه افرادی که دنبال علاقه مختلف خودشون هستن اون علاقهشون رو بدن سازمان بیارن، منافع مختلفشون سازمان بیارن. اگر شما چنین چیزی رو بتونید درست بکنید افراد به ترتیب قدرتمند میشن. اون چیزی که امروزه بهش میگن انجمنهای واسط، اون چیزی که بهش گفته میشه NGO ها، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش های مختلف. شما ببینید کارگر به عنوان کارگر هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرتی نداره. الان تو آمریکا دقیقا با یک چنین وضعیتی رو هستیم. هیچ اتحادیه کارگری تو آمریکا نداره، ولی تو اروپا همچنان ما شاهدی هستیم که اتحادیه کارگری وجود داره. وقتی اتحادیه کارگری وجود داره یک اتحادیه کارگری میتونه از حقوق کارگران دفاع کنه و در مقابل دولت بیسته. اون تز لنینیستی این بود که هدف انقلاب تسخیر دولته. وقتی دولت گرفته همه کار میکنه.
متفکران بعدی گفتن اینجوری نیست، این چیز اشتباه است. در اون نیروهای انقلابی همه فکر می‌کردن که از گرفتن انقلاب از راه اعدام تصفیه دولت به روش خوشمدامه جامعه رو اون ساختمانی که دوست دارن درست میکنن. امروز اون ما هنوز لنینیست هستیم، هنوز هم هممون لنینیست هستیم. اون پارادایم شیفتی که صورت گرفته اینه که اون انقلاب تبدیل شده به اصلاحات، اما اون پیش‌فرض اصلیه هست. اون موقع قرار بودش به روش های خوشمدامه دولت رو بگیریم، امروز میخوایم از طریق صندوق‌های رد دولت رو بگیریم. تفاوت اینه، اون پیش‌فرض اصلی هنوز مونده، ما هنوز می‌خوایم دولت رو بگیریم و فکر می‌کنیم که اگه دولت دست ما نباشه هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم. دقیقاً برعکس اینه، دقیقاً برعکس اینه. اینطور نیست که شما اگه دولت رو بگیرید می‌تونید کار بکنید. ما در ایران دولت رو در یک دوره 8 ساله تجربه داریم، می‌گرفتیم کاری نتونستیم بکنیم. اون چیزی که دموکراسی ایجاد می‌کنه اینه که این نهادهای واسط وجود داشته باشه، این انجمن‌ها وجود داشته باشه، افراد بدین ترتیب که قدرتمند میشن، مردم بدین ترتیب که قدرتمند میشن. در مورد جامعه مدنی دو تا تئوری وجود داره، یک تئوری لیبرالیستی وجود داره، یک تئوری مارکسیستی وجود داره. تئوری لیبرالیستی مال توکویل بودش که تو اون کتاب دوجلدی انقلاب آمریکا نوشته، دموکراسی در آمریکا. حرف توکویل اینه که جامعه انجمنها، جامعه مدنی سپر افراد هستن در مقابل قدرت خودکامه دولت. دولت قدرت چیز بدیه، دولت اساساً چیز خوبی نیست. لیبرال ها همیشه به دولت بد میمونن و با آنارشیست ها داریم و آنارشیست ها میانه با دولت یعنی دخالت در حوزه زندگی شخصی ما. هر دولتی دخالت داریش دولت نیست دخالت نکنه. لذا آنارشیست ها میانه دولت چیز بد، دولت نباید بشته باشه. لیبرال ها حرفشون میگه ما از دولت گریزی نداریم، ولی چون دولت بده این وقت کوچکش بکنیم پاسمون شرش بکنیم. دولت نوزیکی، دولت لیبرالی میگه دولت فقط حافظ امنیته، تو هیچ حوزه‌ای دخالت نداره. این رویکرد لیبرالیستیه. شما برید تو رویکرد مارکسیستی که بگم من بولشویک‌ها بسیار از این جنبه به شخص مارکس ضربه زدن. شما اگر به خود مارکس نگاه کنید و اندیشه‌های مارکس نگاه کنید، اگرچه مارکس میگفتش که ما باید دولت‌های بورژوایی رو سرنگون کنیم و حکومت های دیکتاتوری پرولتاریا درست کنیم به طور موقت تا برسیم از اون طریق اون جامعه بی طبقه کمونیستی، ولی حرف مارکس این بود که در اون جامعه آینده بی طبقه کمونیستی اونجا ما با یک جامعه فاقد دولت روبرو هستیم و اونجاست که برای اولین بار انسان ها آزاد میشن. یعنی مارکس هم دولت و ماهی آزادی انسان ها میدونست و تلقی میکردش، لذا مارکس هم به دنبال این بودش که این دولت رو به طریق نابود بکنه. مطمئن حرف مارکس بود که به طور طبیعی ما یک مرحله گذرای دیکتاتوری پرولتاریا خواهیم داشت که از اون چیز میشه. مارکس حرفای آنارشیست رو تو گفتگاهی که داشت تایید میگه که دولت چیز بدیه، ولی گفت ما به طور موقت گریزی از این ندیم. لذا مارکس هم صحنه رو در جایی میدیدش که این دولت وجود نداره، در دولت آینده که اون فرض میکرد و همه در یک چنین شرایطی در بودن. اساسا در این چارچوبی که دولت چیز بدیه، دولت چیزی که تو زندگی ما فضولی بکنه، دخالت بکنه، آزادی ما رو از این میگیره، ما چجوری میتونیم مانع این بشیم؟ مانع شدن اینه که ما خودمون رو قدرتمند بکنیم. راه قدرتمند شدن ما اینه که نهادهای واسطه درست کنیم. این نهادهای واسطه، این انجمنها، اتحادیه‌های کارگری، NGOها، احزاب و هزاران چیزهای مختلف دیگه، انجمن کند قضا، انجمن مورد شورا، همه باید داشته باشن. اینطور نیست که شما فقط فکر کنید چیز سیاسی به این نگاه کنید. باید همه اینها بتونن چنین نهادهایی داشته باشن برای حفاظت، برای دفاع از خودشون، از منافع خودشون در مقابل قدرت بیکران دولت. در قرن بیستم مارکسیستی که دو مارکسیست در این زمینه صحبت کرد، یکی آلتوسر بود. آلتوسر صحبتش این بودش که دولت دو تا شاخه داره، یک تشکیلات سرکوب داره که همون نیروی پلیس و نظامی هستش که مردم سرکوب میکنه، ولی حرف آلتوسر بود که دولت یک تشکیلات ایدئولوژیک داره که بیمارستان ها، مدارس، آموزش و پرورش، دانشگاه، همه اینا بخش ایدئولوژیک دولت هستند. دولت در جواب مدرن از طریق این بخش سلطه خود هژمونی خودش رو تعمیر بکنه، نه اینکه از نیروی سرکوب بسازن. گرامشی دقیقا همین حرف رو زد. گرامشی میگفت در دولت های مدرن کسی هژمونی داره که بتونه در جامعه مدنی هژمونی داشته باشه. لذا در تئوری مارکسیستی که امثال آلتوسر و گرامشی میدادن، این جامعه مدنی، این نهادهای واسط سپر دولت در مقابل قدرت انقلابی مردم بودن.
هیچ مهم نیست که الان این تئوری قبول داشته یا اون تئوری. در هر تئوری، در هر دو تئوری این جامعه مدنی قدرت سپر حفاظتی هستش. این سپر حفاظتی هستش که افراد از طریق اینا قدرتمند میشن، از طریق اینا میتونن با دولت وارد اعتصاب بکنن، دولت رو پیش مذاکره بشونن و اونجا باش بده بستون بکنن. این راهی هستش که در پیش ما هستش برای چی؟ و این کاری هستش که خوشبختانه در جامعه ایران چندین سال شما ببینید که شروع شده، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، معلمان، کارگران، و این الان تو جامعه ما وجود داره و هیچ کس هم نمیتونه منکر وجودش بشه.